بحث پیرامون برگزاری الکترونیک دور بعدی انتخابات مجلس و خبرگان در ایران هنوز ادامه داره. در آخرین اظهار نظر مقامات انتخاباتی ایران گفتن که احتمالاً 1/3 حوزه‌های رأی‌گیری آرا رو به صورت الکترونیک اخذ و شمارش خواهند کرد. دولت ایران طبعا مثل سایر موارد دیگه توضیح خاصی راجع به این که سیستم‌های شمارش آرا از کجا خریداری شدن و آیا کارشناسان بی‌طرف بین‌المللی امنیت این دستگاه‌ها خصوصاً احتمال دسترسی و نفوذ به اونها رو بررسی کردن یا نه نداده. اما آیا انتخابات الکترونیک و رواج بسیار گسترده ای استفاده ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی می‌تونه برای شهروندان میزان بیشتری از نظارت بر روند انتخابات رو رقم بزنه؟ پاسخ به این سوال با توجه به شرایط کنونی ایران مشکل به نظر میرسه، در حالی که در اکثر کشورهایی که نوعی انتخابات رو برگزار میکنن گروه‌های جامعه مدنی بر روند انتخابات نظارت قانونی و رسمی دارن، این امکان در ایران هرگز به رسمیت شناخته نشده. مثلا در انتخابات امسال نیجریه، ائتلافی از 60 نهاد جامعه مدنی به همراه دیگر نهادهای برگزار کننده انتخابات و البته ناظران بین‌المللی وظیفه نظارت بر انتخابات رو بر عهده داشتن. از سوی دیگه رأی دادن تنها با ارائه کارت بیومتری و الکترونیک شناسایی ممکن بود تا هر فرد فقط و فقط یک بار بتونه رأی بده. دولت ایران هرگز نظارت‌های اینچنینی رو چه از سوی جامعه مدنی ایران و چه از طرف سازمان‌های بین‌المللی نپذیرفته و حتی احزاب بزرگی که مثلا اکثریت مجلس ششم رو در دست داشتن اجازه فعالیت قانونی رو ندارن. اما چه میشه کرد؟ تخلف‌های متعدد، مثلا تخریب تبلیغات، ارعاب و نهایتاً ابطال آرای کاندیداهای منتقد، سوء استفاده از امکانات خصوصاً نظامی و دولتی توسط برخی از کاندیداها، بسیج رأی دانش آموزان، سربازان و افراد شاغل توسط مقامات دولتی، آوردن افراد ساکن روستاها و شهرستان‌های دیگه برای رأی دادن و برهم زدن رأی واقعی شهروندان به حوزه‌های خاص، اینها همه و همه تخلفاتیه که در انتخابات گذشته ایران اتفاق افتاده و بعضن موجب اعتراض مردم شدن. این بار اما اوضاع قدری متفاوته. حالا که میلیون ها ایرانی به شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و یا سرویس‌های پیام‌رسانی سریع نظیر تلگرام دسترسی دارن، وقوع هر تخلف انتخاباتی رو میشه با یک هشتگ مناسب و یا پست در گروه یا کانال مربوط به انتخابات میان صدها هزار ایرانی مشتاق نتایج پخش کرد. البته طبیعتاً حکومت هم سناریو و دستگاه عریض پرخرجی رو برای شبیه‌سازی تصاویر تلویزیونی اتحاد و همدلی و انتخابات بی‌عیب و نقص رو روی شبکه‌های اجتماعی از همین حالا تدارک دیده. اما آمار امکان نشدنی استفاده ایرانیان حتی در روستاهای کوچک از رسانه‌های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند متصل به اینترنت به شهروندان قدرتی خارق‌العاده را برای نظارت و گزارش تخلفات انتخابات پیشرو بخشیده.